سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و ممنونم که کانال یوتیوب شری ویلنس رو دنبال میکنین. ممنونم که سابسکرایب میکنین. از همه مهمتر که یادتون میمونه زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزنید. ویدیو امروزمون ویدیو ششم از حرکت های سالسا هستش که توی این ویدیو روی دو تا از حرکت های قبلی کار میکنیم و سعی میکنیم یکم زیباترش کنیم. چرخش چپ لفت ترن، حرکت دستش رو یاد میگیریم و حرکت بیسیک که اولین حرکت سالسا بود رو یکمی تغییرش میدیم که زیباتر بشه و تنوع پیدا کنه. پس برای دیدن این ویدیو یادتون باشه حتما باید اولین ویدیوی سالسا که حرکت بیسیک هست، استپ بیسیک هست رو ببینین، یاد بگیرین و ویدیوی مربوط به لفت ترن، چرخش به چپ رو، تا بتونید ویدیوی امروز رو انجام بدید. بریم که با هم دیگه شروع کنیم. خب می با هم دیگه شروع میکنیم حرکت رو. از حرکت اولمون، حرکت بیسیک شروع میکنم. حرکت بیسیک رو یه دفعه میرم و بعد تغییری که میخوایم روش ایجاد کنیم بر زیبا شدن رو بهتون یاد میدم. حرکت بیسیک با پای راست شروع میشد. 1 2 3 5 6 7. پس راست چپ، راست چپ، راست چپ. حالا چه کار میخوایم انجام بدیم؟ چه تغییر روش انجام بدیم؟ روی شمارش 5 6 7 میخوایم یه تغییر ایجاد کنیم. اما قبل از اینکه این تغییر رو انجام بدیم میخوایم یه حرکت رو تمرین کنیم. پاهاتون رو کمی باز بذارید و وزنتون رو به سمت پای راست ببرید، باسن از عقب چرخش و بیاد به سمت چپ. پس پای راست رو بذارید، باز کنید سمت راست، باسن به سمت راست، پشت همجور یه دایره میکشین تا میاد به سمت چپ، مثل اینکه دارید یه نیم دایره میکشید. پس میشه راست، پشت و چپ. حالا میتونه برعکسش هم باشه. پای چپ رو باز میکنیم، باسن به سمت چپ، میره پشت و میاد راست. پس تو مرکز وایسین، پای راست رو باز کنید. 1 2 3 بیاین دو مرکز و 1 2 3. وقتی از نیم رخ برم پا باز میشه به سمتی که باز شد، وزن رو به اون ور متمایل میکنین، باسن میره عقب انگار دارین یه نیم دایره رسم میکنین و بعد میاد سمت دیگه. خب حالا میخوایم این حرکت رو وصل کنیم به بیسیک روی شمارش 6 7. یعنی 1 2 3 پنجمون این همون بیسیکه، میشه 1 2 3. پنج پا رو میذارید مرکز، 6 پای راست باز میشه به بغل، 7 چرخش باسن رو کامل میکنیم و با 1 دوباره میایین تو مرکز برای قدم بعدی. پس میشه 1 2 3 5 تو مرکز، 6 پا رو که میذارین دایره دایره شروع میشه، 7 تموم میشه، 7 8 در واقع تموم میشه و دوباره با شمارش 1 پا میاد مرکز. 8 رو گفتم بهتون نمیشموریم، داریم ضربش رو داریم حرکت انجام میدیم، اما معمولا سالسا رو به خاطر تغییر وزنی که ایجاد میکنین و استپ هایی که میذارید روی زمین 1 2 3 5 6 7 هستش. 4 و 8 حرکت داره آهسته تر انجام میشه. خب پس میشه 1 2 3 5 6 7 و 1. خب یه بار حرکت رو از پشت میرم، دقت کنیم با جهت من. پس میشه 1 2 3 5 6 7 1. 2 3 5 مرکز، 6 باز 7 و 1. اما حالا این حرکت بیسیکمون حرکت دستش به چه صورته؟ حرکت پا بود 1 2 3 5 6 7. حرکت رو ببینید دستش به چه صورته. 1 2 3 که دستمون همین کنار بدن، 1 2 3 5. با شماره 5 دست چپ من میاد روی کمر، دست راستم میاد روی شانه سمت چپ، شانه چپم. دستتون چجوری میاد رو کمر؟ اینطوری نیست، پنجه‌های دست به سمت پایین و آرنجتون رو نمیذاره برید عقب، آرنج جلو، سینه جلو. میشه 5 6 7 1 2 3 5 6 7
یک و دوباره دست میاد شروع میکنه حرکت انجام دادن. تو یه ویدیو حتما فقط حرکت های شانه رو با قدم ها تمرین میکنیم. حالا فعلا سعی کنیم که انجام بدیم تا بعد بریم یه ویدیوی فقط تخصصی برای این حرکت بذاریم. پس 1 2 3 5 6 7 1 2 3. حرکت دوممون میریم حرکت دست چرخش به چپ رو. چرخش به چپ رو اول یه بار براتون یه مرور میکنم. چرخش به چپ شماره 1 2 3 مون این بیسیک بود، درسته؟ 1 2 3. اما با شماره 5 به سمت چپ 180 درجه میچرخیم و شماره 5 رو میذارید قدم پشتی، 6 قدم جلو و با شماره 7 میچرخیم. پس میشه 1 2 3 5 6 7. حالا میخوایم دستش رو انجام بدیم. دستش رو چطور انجام میدیم؟ ببینین روی شمارش 1 2 3 حرکت دستمون، چون دست کنارتونه دیگه، داره حرکت میکنه، دست پایین نیست، از اینجا دوتا دست میاد بالا و دست راست باز میشه، دست چپ میاد کنار صورت سمت راست. پس میشه 1 2 3. شما دست راست من از اینجا هست، 1 2 3 میره بالا وای میسه، پس از جلوی سینه پایین و بالا. اما دست چپ من میاد بالا، میشه 1 2 3، یعنی میاد کنار صورت رو لمس میکنه. اگه با قدم بخوام برم میشه 1 2 3 و شماره 3 دست این بالا هستش، پس میشه 1 2 3. دست راست از اینجا و دست چپ کنار صورت. این حرکت رو باید خوب تمرین کنید که روی تنتون بشینه. پس یه بار دیگه میشه 1 2 3. حالا شماره 5 6 7مون چی میشه؟ پس شد 1 2 3، درسته؟ 5 دقت کنیم به دست راست. دست راست از بالا میره سمت چپ، از پشت میکشه به موهاتون و سرتون میاد جلو. پس اگه دست راست بالا رفته بود، از همون بالا میره سمت چپ، از پشت دست رو به موهاتون میکشید و دست میاد دوباره جلو. اما دست چپ از همینجا آهسته ادامه میده میاد تا کنار بدن و 6 و 7 حرکت شانه داریم. چون شماره 6 پای راست به سمت عقبه، میشه 6 و 7 میشه چپ، شانه شانه. پس حرکت میشه 1 2 3 5 6 7. روی شماره 5 باز ریزه کاری تر اینه که چون دارین میچرخین 5 شانه حرکت میکنه یک کمی. اما اگه مبتدی هستین اول شاید هنگام چرخش بخواین شانه رو یه حرکت بدین سخت باشه واسه تون. حالا اگه 5 رو انجام ندین اشکال نداره، 6 و 7 برمیگردین شانه، یا اگه بازم سخته دستتون رو فعلا کنار بدنتون نگه میدارین، میشه یعنی 1 2 3 5 6 7. پیشرفته ترش هست 1 2 3 5 6 7. پس با قدم که انجام بدیم میشه 1 2 3 5 6 7. 1 2 3. یادتون باشه دست راست بالای و با چرخش دست راست میره سمت چپ، درسته؟ 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. حالا این دو تا حرکت امروزمون رو اول تمرین میکنیم و بعد با موزیک میریم. چطوری تمرین میکنیم؟ بیسیک ساده میریم و بعد چرخش به چپ رو میریم، برگشتیم بیسیک ساده میریم و بعد بیسیک با حرکت باسن رو دوباره بیسیک. پس یعنی دو تا حرکت داریم، وسطش دو تا بیسیک میندازیم که به خودتون یه فرصت فکر کردن بدین. یعنی چطوری انجام میشه؟ میشه بیسیک 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 5 6 7. بیسیک 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 5 6
بیسیک. یک، دو، سه، پنج، شش، هفت. یک، دو، سه، پنج، شش، هفت. بیسیک. یک، دو، سه، پنج، شش، هفت. یک، دو، سه، پنج، شش، هفت. دوباره بیسیک. خب این حرکت ها رو با یه آهنگ میریم با هم دیگه. این هم از حرکت های امروز سالسا. برای یادگیریش حتما تایم بذارین، برای اینکه بتونین حرکت دست رو با قدم ها و پا هماهنگ کنین. یک کمی تمرین بیشتر میخواد. بهتون گفتم که برای سالسا حتما حتما باید تمرین و تمرین و تمرین کنین. حتی اگه فکر میکنین دارین حرکت رو درست میرین ولی نمیدونین که چقدر ریزکاری هست تو این حرکت ها و با زیاد انجام دادن اون هستش که خودتون هم کم کم متوجه میشین که این حرکتی که الان دارم میرم مثلا با چند ماه قبل که انجام میدادم یکی نیست، حتی حس اون حرکت. امیدوارم که حرکت ها رو دوست داشتین و بازم ممنون که تو این ویدیو همراه من بودین. ممنونم که سابسکرایب میکنه. یادتون باشه که حتما حتما زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزنید. دوستتون دارم و توی ویدیوی بعدی منتظرتونم.